در سالهای پایانی جنگ خلیج فارس برای ایران بسیار ناامن شده بود. عراق خیلی راحت کشتی‌ها و سکوهای نفتی ایران را می‌زد. کویت بخشی از سرزمین و عربستان آسمانش را در اختیار صدام قرار داده بود. فرماندهان عالی رتبه سپاه جریان عبور آزاد و متکبرانه ناوهای جنگی آمریکا و نیز سایر کشتی‌ها و شناورهای تحت حمایت این کشور را به عرض امام رساندند و در خصوص نحوه برخورد با آنها با امام مشورت کرده بودند. حضرت امام فرموده بود اگر من بودم می‌زدم. اولین کاروان از نفتکش‌های کویتی، آن هم با پرچم آمریکا، در تیر ماه سال 1366 به راه افتاد. جمعه 2 مرداد 1366 نفتکش کویتی الرخا با نام مبدل بریجتون، در حالی که توسط یک ستون نظامی ناوگان آمریکایی به طور کامل اسکورت می‌شد، وارد خلیج فارس شد. این نفتکش در فاصله 13 مایلی غرب جزیره فارسی در اثر برخورد با مین‌های کار گذاشته شده توسط شهید نادر مهدوی و یارانش به نحو اعجاب‌انگیزی متوقف شد، به طوری که تمام 24 خدمه آن زنده مانده بودند، اما یک حفره به بزرگی 43 متر مربع در بدنه آن ایجاد شد. When mines are laid, you don't just put one in the water normally, but rather seed a field in a restricted area. سی و یک شهریور ماه 1366، درست یک روز قبل از سخنرانی رئیس جمهور وقت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، هلیکوپترهای آمریکایی کشتی تدارکاتی ایران اج را در آبهای جمهوری اسلامی هدف قرار دادند. این حمله که با اجازه مستقیم ناخدا هارولد برنس، فرمانده ناوگان خلیج فارس آمریکا انجام شد، به شهادت 5 ملوان ایرانی و اسارت حدود 26 نفر از خدمه این کشتی انجامید. کاسپار وینبرگر، وزیر دفاع وقت آمریکا، در این باره اظهار داشت: وقت آن رسیده است که ریشه ملت ایران خشکانده شود. تلاش جدی ناوگروه‌های سپاه پاسداران برای زدن ضربه‌ای مؤثر و مستقیم به نظامیان آمریکایی حاضر در خلیج فارس جدی‌تر شد و ناوگروه منطقه دوم دریایی سپاه تحت فرماندهی سردار نادر مهدوی مأموریت پیدا کرد عملیاتی استشهادی علیه هلیکوپترهای مارنیز آمریکا به انجام برساند. عصر روز پنجشنبه 16 مهر ماه 1366 سردار شهید نادر مهدوی همراه با تنی چند از همرزمانش با یک ناوچه و دو قایق به سمت جزیره فارسی حرکت می‌کنند. هنوز سرخی مغرب در کرانه باختری آسمان خودنمایی می‌کرد که ناگهان صدای انفجاری مهیب همه را متوجه خود می‌سازد. رادار پایگاه فرماندهی از سوی بالگردهای آمریکایی هدف قرار گرفت و منهده می شود. ارتباط ناوگروه با مرکز به کلی از بین می رود. هنوز دقایقی از انهدام رادار فرماندهی نگذشته که قایق حامل شهیدان آفسالان و شفیعی نیز هدف اصابت موشک امریکایی ها قرار می گیرد. پس از 15 دقیقه درگیری شدید، شهید کریمی با استفاده از یک فروند موشک استینگر یکی از بالگردها را منفجر می‌سازد. شب تاریک از انفجار این بالگرد چون روز روشن می‌شود و پشت دشمن به لرزه درمی‌آید. اما قایق آنها هم از چند طرف هدف قرار گرفته و منهدم می‌شود. حالا فقط ناوچه طارق است که سالم است. دشمن همه شناورها و تجهیزات ناوگروه را زده و نادر و بیژن و 4 نفر دیگر در حالی که خود را بدون مهمات
شهروند پس از 20 دقیقه رزم جانانه و مردانه زنده به چنگال دشمن گرفت. نادر بر عرشه ناو جنگی USS چندلر آماج شکنجه های وحشیانه دشمن قرار گرفت و سینه اش با میخ های بلند آهنی سوراخ می شود و به دین ترتیب مظلومانه به شهادت می رسد. جنازه مطهر شهید و یارانش با شکوه خاصی بر دوش هزاران تن در مقابل لانه جاسوسی آمریکا تشییع و سپس به بوشهر انتقال یافت.